هیئت سازمان ملل متحد در سودان جنوبی گفت که به همکاری نزدیک خود با دولت سودان جنوبی و شرکای منطقه‌ای برای تحقق صلح و ثبات در این کشور ادامه خواهد داد. در ادامه گزارش همکارم در این زمینه را ببینیم. نیکولاس هایسوم رئیس هیئت سازمان ملل متحد در سودان جنوبی UNMISS و نماینده ویژه دبیر کل در این کشور گفت که حفظ صلح در سودان جنوبی مستلزم تلاش های جمعی است که شامل حمایت دولت و مردم و همچنین شرکای صلح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اتحادیه آفریقا است. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در سودان جنوبی در مراسم بزرگ داشت روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل گفت این مشارکت های قوی و پایدار مهمتر از همیشه هستند چرا که فهرست رو به رشدی از چالش ها در همه زمینه ها از جمله از لحاظ اقتصادی، دوستانه و سیاسی و امنیتی فرار روی ماست. رئیس هیئت سازمان ملل متحد در سودان جنوبی در ادامه اظهار داشت هجده هزار صلح بان غیر نظامی و یونیفرم پوش در این کشور در حال انجام طیف گسترده ای از وظایف خود مانند حفاظت از غیر نظامیان، جلوگیری از خشونت، تسهیل ارسال ایمن کمک های بشر دوستانه، نظارت و تحقیق در مورد نقض حقوق بشر حل مناقشات حمایت از فرایندهای سیاسی و آماده سازی انتخابات و کمک به تامین صلح و پیشرفت و گرد هم آوردن جوامع برای آشتی و صلح هستند هایسوم همچنین گفت که UNMISS در نظر دارد سال جاری 23 دادگاه زندان مرکز پلیس و مراکز آموزشی بسازد که دادگاه های سیار برای اجرای عدالت در جوامعی که برای مدت طولانی عدالت در آنها گم شده است مستقر خواهند شد. مهندسان UNM, ISS همچنین در حال ساخت زیر ساخت های حیاتی از جمله تعمیر 2000 کیلومتر جاده، حفظ 80 کیلومتر بندر و اسکله برای محافظت از 300 هزار نفر از مردم سیل زده در شهر نفتخیز بونتیو، مرکز ایالت الوحده در سودان جنوبی و ساخت مدارس جدید، مراکز مراقبت های بهداشتی، مراکز آب، مراکز پلیس، دادگاه ها و سایر تسهیلات مورد نیاز مردم هستند دوسوبا لودورووونگو وزیر امور فدرال سودان جنوبی در این زمینه گفت که یو ام از بد و تاسیس تا کنون وظیفه خود را برای محافظت از غیر نظامیان و کاهش خشونت در سراسر کشور به شکل رضایت بخشی انجام داده است گفتنیست که بیش از 650 هزار نفر از جمله پناهجویان سودانی از زمانی که درگیری ها در آوریل 2023 بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی آغاز شد به سودان جنوبی پناه بردند.